همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی که از اورشلیم با ماست. رسانه های اسرائیلی چی میگن در این رابطه اشکان؟ پریزا، رسانه های اسرائیلی همینطور در واقع در ساعات گذشته دارن تحلیل های مختلف و خبرهای مختلف در این زمینه منتشر می کنند. یکی از اونها در روزنامه جروزالم پست منتشر شده، در وبسایت روزنامه جروزالم پست، که به نقل از منابع غربی و خارجی گفته که چنین توانایی رو برای چنین حمله ای در ایران، حمله موضعی، به جز موساد فقط تعداد انگشت شماری از در واقع سازمان های دیگه در جهان دارند. و قبلا هم به نوشته جروزالم پست هم مقامات جمهوری اسلامی هم رسانه های بین‌المللی حمله های این چنینی رو به اسرائیل و به موساد نسبت داده بودند. در این مطلب جروزالم پست به نقل از منابع خارجی گفته شده که این حمله یک حمله بسیار موفقیت آمیز بوده که انجام شده. از اون طرف اینتلی تایمز که یک وبلاگی هست در اسرائیل که مطالب و خبرهای اطلاعاتی منتشر میکنه، هم گفته که اولا که زمان این حمله در واقع یک موضوع تصادفی نبوده، بلکه دقیقاً شب همان روزی انجام شد که خامنه ای از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران دیدار کرد، نمایشگاهی که به نوشته اینتلی تایمز در اون در واقع صنایع پهپادی و دفاعی هم به نمایش گذاشته شده بود. گفته که دو سال پیش هم حمله به در واقع اون سانتریفیوژهای ایران شب روزی انجام شد که حسن روحانی از یک نمایشگاه دستاوردهای اتمی دیدار کرده بود. اما در این میون الحدث عربستان مطلبی منتشر کرده به نقل از منابع آمریکایی، گفته که این حمله بسیار جدی بوده، گفته که توسط نیروی هوایی ایالات متحده و یک کشور دیگه انجام شده و گفته که هدف حمله هم انبار موشک‌های بالستیک بوده. بعد گفت که تامیر هایمن رئیس پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل ساعتی پیش گفت که اگر این گزارش درست باشه و آمریکا واقعا این حمله رو انجام داده باشه، این موضوع میتونه یک پیام بسیار مهم و یک رخداد بسیار مهم باشه. ممنونم از تو اشکان صفایی، همکارم که از اورشلیم با ما بودی. حتما در ادامه به تو برمیگردیم تا اگر جزئیات و واکنش‌های بیشتری باشه با هم بررسی بکنیم.